دوازدهم خرداد ماه 1396 خورشیدی و دوم ژوئن 2017 میلادی. امشب در صفحه آخر میپردازیم به صندوق‌های اعتباری و این وضعیتی که برای میلیون‌ها سپرده‌گذار درست کردند. پرده آخر 15 خردادی هم آخر برنامه. خب پیشا پیش موظفم عرض کنم که به روال معمول برنامه های صدای آمریکا نظر مهمان محترم برنامه الزاماً نظر صدای آمریکا نیست و اما قبل از شروع برنامه به روال هر هفته تقدیمی این هفته به دکتر قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت و درمان. سلام به کارکنان عزیز صفحه آخر. جناب علی مردان واشنی از خرم‌آباد درستان پیام می‌دارم برای شما که خواهشمندم از شما که این پیام رو پخش بکنید. من الان مدت 4 ساله فرزندی دارم، 26 ساله، پسر صبور و ورزشکاری بوده. یه دکتری به نام دکتر محمد کریمی تو بیمارستان میداد بچه تشنج میکرد. خدا گذاشت سر من، گفت من عملش میکنم بچه خوب بشه. 12 میلیون تومان هزینه کردم بچه رو. بعد از 1 هفته بیمارستان خوابوندم و عملش کرد. تحویل من دادش، این بچه از سمت راستش به طور کلی فلج شده و هر چی من شکایت میکنم، هر چی نامه میدم به این مسئولین، گوش شنوان نیست. من خواهش میکنم از صفحه آخر، خواهش میکنم از همه تون، خواهش میکنم دستگوستون هم هستم، این رسانه ایش بکنید، شاید به گوش این مسئولین برسه. به درد این جوان بدبخت که فلج شده، 4 سال افتاده تو گوشه خونه، به درد این رسیدگی بکنم. بله، آقای واشانی توی یکی از نامه‌هاشون به مقامات نوشتن که به آقای احمدی نژاد اون موقع نامه نوشته بودن، این نامه‌شونه، نوشتن که سرانجام به من 500,000 تومان دادن، گفتن یعنی میدیم، که ایشون نوشتن آخه وقتی که با 5 میلیون تومان اجاره زیر شیروانی رو هم نمیدین در تهران، با 500,000 تومان من چیکار بکنم؟ یکی از دختران آقای واشانی هم به دلیل همین مشکلات پزشکی در بیمارستان با یک بچه 3 ساله فوت کردن. بریم، امیدواریم که در این تقدیمی ها باعث بشه که مقامات جمهوری اسلامی پاسخ نامنگاری های 8 ساله مردم رو که نمونه ایشو دیدین پاسخشون رو بدن. ببینین، مردم پولی که سپرده گذاشتن تو مؤسسات مالی و اعتباری مملکت میخوان پس بگیرن، اصل پولشون رو بهشون نمیدن. هفته پیش مقابل بانک مرکزی میرداماد تهران،
کار داره به یه موضوع امنیتی به اصطلاح برای نظام مقدس تبدیل میشه. در خرم‌آباد رویارویی پلیس ضد شورش با مال باختگان و فریب خوردگان در هفتم خرداد 96. ببینید، کافیه توی یکی از این تجمع‌هایی که به اصطلاح مسالمت‌آمیز و صلح‌آمیز و کسی هم حمله نمی‌کنه، مخصوصا جلوی بانک مرکزی، یکی تو این تجمع‌ها زجه بزنه یا چادر به کمرش ببنده، مردم طاقت نمیارن. هفت خرداد جلو بانک مرکزی. گرامه رو بیدر بدر کردی، گناه کردیم، مگه پول گذاشتیم؟ حالا حقمونو میخوایم باید آوارشیم؟ باید هر روز بیایم اینجا التماس تو رو کنیم دیگر. ارباب و رجوع نه رجوع، ارباب تو وظیفت جواب ما رو بدی. چرا جواب نمیدی؟ حد شرم کن. یک ماه ما اسیریم، یعنی تو نمیتونی از اونجا بیای پایین؟ میترسی صورتت آفتاب بسوزوندت؟ ما آدمیم، حیوان که نیستیم. حق ما رو میخواد. ای بی‌انصاف، از خدا بترس. سیف بیا جواب بده. 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 ترسو بیا جواب بده. ترسو بیا جواب بده. ترسو بیا جواب بده. ای سیف بینی آقا. ای سیف بینی آقا. ای سیف بی کفایت. ای سیف بی کفایت. بله، در زاهدان دفتر کاسپیان غارت میشه. مؤسسه کاسپیان زاهدان، ماشاءالله. این ملت چه غیرتی، ماشاءالله. آقا همه چیز رو اضافه کنیم. ببینین، اتفاقی که هشتم خرداد تو میرداماد تهران افتاد یه ویژگی داشت. به سرعت حرف زدن با جناب سرهنگ نیروی انتظامی تبدیل می شود به مشت گره کرده و شعار. یعنی مردم دیگه گوش نمیدن به نصیحت. شعارا علیه ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی. و پلیس اگه بخواد وارد کار بشه، احیانا مردم هیچ ترسی ندارن که بگن داعش حمله کرده بهمون.
چرا این وضع پیش اومده؟ ببینین این آمار دو سال پیشه. 20% نقدینگی مردم نزد 6000 مؤسسه مالی غیر مجاز. اینو معاون نظارتی وقت بانک مرکزی میگه. 6000 مؤسسه اعتباری غیر مجاز. غیر مجاز، انگار هیچ قانون و حاکمی تو مملکت وجود نداره. هر کی هر کی. اینجاها حاکم وجود نداره. اما تا یه خبرنگار یه جمله‌ای بنویسه که خوششون نیاد تو روزنامه یا تو وبلاگ شخصیش، تا یه هنرمند روسری شل بشه، هنرمند زن، تا یه فوتبالیست با زنش عکس بگیره بذاره روی اینستاگرام شخصیش، اسلام نابود میشه. اینجا هم دستگاه قضا و بانک مرکزی و بازرسی کل کشور وجود نداره. وقتی رئیس دستگاه قضا سود 63 حساب بانکی رو که با پول مردم پر شده جیرینگی میریزه تو صندوقش، دنبال عدالت تو مملکت گشتن واقعا خیال پردازی نیست. منتها وضعی که الان هم حکومت هم مردم بهش رسیدن اینه که میلیون ها آدمی که یه پول مختصری داشتن به امید اینکه بانک بتونه یه مقدار بذاره رو پولشون، بتونن رهن خونه ای بدن، وامی که واسه جهیزیه دخترشون گرفتن بتونن پس بدن، نمیدونم یه پراید بخرن برن باهاش مسافرکشی کنن، هر کی به هر دلیلی. ببینین اینا دلایلی است که آدم‌ها سعی میکنن یه جوری زندگیشون نجات بدن تو کشوری که درآمد مردم و هزینه‌های زندگی هیچ ربطی به هم نداره. درآمد یه آدم چه ربطی به هزینه زندگی داره الان تو مملکت؟ خب میان مؤسسه های اعتباری درست میکنن توی همچین وضعیتی. در واقع ببینید از آغاز میشه سوء استفاده از فشاری که رو مردمه. میان مؤسسه های اعتباری درست میکنن، میگن اینقدر سپرده بذارین 25% سود میدیم، یعنی 1/4 پولتون اضافه میشه. 10 میلیون گذاشتین میشه 12,500,000. طرف میگه من یه مادر پیر دارم، خودم بیکارم، اینم ارثیه بابای مرحومم، خب میذارم تو اعتباری توسعه با سود ماهانه سپردم لااقل مادرم میتونه زندگی بکنه. ها؟ وقتی این تعداد مردم ناچار میرسه به بالای 5 میلیون نفر، مؤسسه ها پشت سر هم شروع میکنن به اعلام انحلال. تعداد کل سپرده گذارا تو صندوقای اعتباری رو اصلا اعلام نمیکنن، چون میگن غیر مجاز، ما نمیدونیم. حالا بهتون میگم که چقدر مجازه چقدر غیر مجاز. اما همین که ببین تعداد همین که در نظر بگیریم، بیش از 3 میلیون دو تا از این مؤسسه ها رو میگیرم. ببینید بیش از 3 میلیون نفر فقط تو دو مؤسسه سامن الحجج و کاسپیان سپرده داره. در مجموع 7000 مؤسسه اعتباری. خیلی دست کم بگیریم باید قاعدتا بالای 15 میلیون نفر سپرده گذاشته باشن تو این بانک و مؤسسات اعتباری. تو این مؤسسه طبق اعلام رسمی مسئولان بانک مرکزی حدود 7000 مؤسسه اعتباری در کشور فعالیت میکنن و بیش از 6000 تا از این مؤسسه ها مجوزی برای فعالیت ندارن. چقدر پول مردم تو این مؤسسه هاست؟ فقط یکیشون رو بگم که اعلام رسمی است. 8000 میلیارد تومان فقط پول مردم تو یک مؤسسه از مؤسسه فرشتگان که میگن منحل شده. 8000 میلیارد تومان. گفتن رقم اختلاس بالای 3000 میلیارد تومان، دیگه بیشتر از این نداشتیم. این 8000 میلیارد تومان فقط تو یه مؤسسه است بالا کشیده شده. بزنین یه مروری روی چند تا سند بکنیم بعد یه مقدار قضیه روشن‌تر میشه. 28 اردیبهشت 94 اعلام شد که مؤسسه آرمان ایرانیان که محصول ادغام مؤسسه‌های اعتباری فرشتگان و فردوسی است تشکیل شده و اساسنامه‌اش فرستاده شده بانک مرکزی برای کسب مجوز. 28 اردیبهشت 94. خب آبان 94 ولی الله سیف مجوز کاسپیان رو صادر میکنه. 4 ماه بعد آرمان ایرانیان که اردیبهشت همون سال 94 مجوز خواسته بود اعلام میکنه منحل شده و رفته تو دل کاسپیان. فردای روزی که این نامه انحلال به ناظر بانک مرکزی فرستاده شد، گزارش حسابرسی 8 مؤسسه اعتباری که ادغام شدن توی کاسپیان در اومد. گزارش حسابرسی رو نگاه کن. ببینید تو همین محدوده ببینید چقدر پول مردم خورده شده. حسابرس نوشته نقدینگی
کل این 8 مؤسسه 7.5 میلیون ریاله، 750,000 تومان، 750,000 تا تک تومانی، یعنی فقط 5%، کمتر از 5% سپرده های مردم. این نقدینگیه. خوردید خب بقیهش برده شده، نابود شده، میگن نداریم، برشکست شدیم. بعدم میگن اصلا بی خود سود دادیم به سپرده ها. با توجه به اینکه تعاونی اعتبار فرشتگان از شهریور 1394 منحل شده، پس از آن زمان وجود خارجی ندارد، به این ترتیب با هماهنگی بانک مرکزی و رئیس قوه قضاییه مقرر شد سود بعد از انحلال که فاقد موضوعیت است کسر شود، یعنی از شهریور 94 تا حالا. از این رو با کم شدن این رقم که ارزشی بالغ بر 3000 میلیارد تومان دارد، مانده اصل و سود سپرده های تعاونی اعتبار غیر مجاز منحله فرشتگان به 5600 میلیارد تومان میرسد. 8000 میلیارد تومان بود، میگن اون سودی که از شهریور 94 تا حالا دادیم به سپرده گذارا اونو باید ورداریم، که میشه چقدر؟ 3000 میلیارد تومان. همینجوری رک در روز روشن 3000 میلیارد تومانش برمی‌داریم، میشه 5600 میلیارد تومان. بعد اینو میدیم بهتون، حالا میگم چه جوری هم میدن. قانونی، شرعی، عادلانه، صادقانه بخوای حساب کنی، اصل پول مردم تو فرشتگان همون 8000 میلیارد تومانه، اصل پولش، که تازه اینا تعهد کردن که یعنی مردم دفترچه دارن که باید سودشو میگرفتن. سال 94 فرشتگان ادغام میشه تو کاسپیان. خب مثل هر بانک و مؤسسه اعتباری دیگه این اتفاق میفته. تو کشورهای قانونمند یه بانکی فروخته میشه به یه بانک دیگه، یا چند تا بانک تو هم ادغام میشن. حساب کتاب سپرده گذارا و همه کسایی که تو اون بانک منحل شده پول داشتن عیناً منتقل میشه به بانک جدید. تو همین آمریکا فراغونه اتفاق میفته. هیچی در ارتباط با کسی که پول تو این بانک داره تغییر نمیکنه، نمیتونه تغییر کنه، وگرنه سنگ رو سنگ بند نمیشه، همینطور که الان تو ایران سنگ رو سنگ بند نیست. دیدیم تابلوها تغییر کرده. قبل از اینکه پولی بریزن زنگ زدم به بانک مرکزی، گفتم اینجا فرشتگان بوده، الان تابلو زده کاسپیان، آیا این درسته؟ حقیقت داره؟ گفتم مشکلی نداره. به روابط عمومی کاسپیان زنگ زدم، گفتم مشکلی نداره، پول تو بریز. من قول شرف دادم به خانواده خودم، من تا آخرین قرون این پولو از اینا میام میگیرم. تو رسانه ها اعلام کردند که پول سپرده گذارای فرشتگان و کاسپیان از 28 اردیبهشت 96 داره تصفیه حساب میشه. اینو هم رئیس کل بانک مرکزی گفت، هم معاون نظارتیش گفت. بعد هیچ وقت نگفتن، البته تا همین لحظه، که پرداخت نشده، پرداخت نمیشه. حالا ببینین مدیر شعب مؤسسه مالی کاسپیان در مازندران آقای بابایی چی میگه. از تاریخ 28/2/96 زیر دهمیلیون شروع کردیم، گفت تا 8/2 باشه، 9/2 به بعد بالای زیر 20 میلیون تومان شروع میکنیم، یعنی 10 میلیون تومان تموم میشه، زیر 20 میلیون تومان شروع میشه، بعد از این باز تاریخ به ما میدن که پرداختی انجام میشه. و ظاهرا همین دو روز اول این طرح مسکوت شده، همین دو روز اول این طرح شکست خورده. بله، چرا شکست خورده؟ چه جوابی دارین به مردم بدین؟ سپرده گذارا حاضر نیستن با کس سود سپردهشون رو بگیرن. حاضر نیستن. الان شما تجمع رو دیدید و صحبتشون رو شنیدید. ما حاضر به این قضیه نیستن. ما هم خانی نیستیم. ما هم میگیم باید سود سپرده گذاران رو آنچه که دریافت شده تا اینجا باید پرداخت کنن. مقصر اصلی اکی بوده، اون باید پاسخ بده. آره، اون باید پاسخ بده. ما میگیم سودش همش باید پرداخت بشه. حالا رسما اعلام شده از 94 به این ور پرداخت نمیشه. ما میگیم باید پرداخت، چون مردم شلوغ کردن دیگه، باید علاوه بر یه چیزی که باید تیک تیکش میکنن طرفو. خب ما میگیم پرداخت بشه، ولی باید رفت گشت دوزو پیدا کرد. حالا سپرده گذارا چی میگن؟ گفتن این مجوز بانک مرکزیه که خود آقای سیف زیرش امضا کرده که شما مجوز دارین میتونین سپرده گذاری بکنید. اینا حالا مجوز قرار بود بهتون چند درصد سود بدن؟ سودا متغیر بود، سودا 20% بود، 22% بود، تا حتی 30% هم بود. اما از 7 ماه پیش سود رو کلا قطع کردن، به ما ندادن. 8 ماه پیش سود رو کلا قطع کردن. اصل پولتون چطور؟ اصل پولی که اصلا ندادن. نزدیک یک ساله که امروز فردا میکنم میخوام اصل پول خودم بگیریم، میگه اصلا بد نمیدیم، سودم بده، در حالی که ما قرارداد داریم. 1 میلیون پول دارم به حسابم،
میگم 15 میلیون بهت میدیم. چرا؟ بچه من دانشجو بوده، وام ازدواج گرفته، وام ازدواج بردیم یه قرض الحسنه گذاشتیم روش، یه پولی گذاشتیم که هزین پولی که از این بانک میگرفتیم از این سود خرج دانشجویش میشد. الان وام اونجا رو قسط نمیتونیم بدیم، اینا به ما نه سود میدن نه پول ما رو به ما برمیگردونن. اینجا همونجاست که یه بار دیگه بشنوین حرفای مدیر شعب کاسپین در مازندران، اینجا همونجاست. چون همین سپرده‌گذارا حاضر نیستن با کس سود سپردهشون رو بگیرن. کی دروغ میگه؟ این میگه که سپرده‌گذارا حاضر نیستن با کسب سود سپردهشون رو بگیرن. رئیس شعب کاسپین تو مازندران دروغ میگه یا مردم دروغ میگن که میگن اصل پول ما رو نمیدن چه برسه به سودش؟ همیشه تجربه نشون داده که حاکمان دروغ میگن، همیشه مردم دروغ نمیگن. برای مثال ببینیم، بانک مرکزی اعلام کرده که نصب تابلوها و تعویض دفترچه ها برای تعاونی های تشکیل دهنده کاسپین بدون مجوز و اطلاع بانک مرکزی بوده. بارها من دیگه تکرار نمیکنم، فیلمش هم پخش نمیکنیم، بارها اینو تو صدا و سیما شنیدین که هم سیف اینو گفته، هم به ویژه سخنگوی نظارتی معاون نظارتی بانک مرکزی. میگن خب اشتباه قوه قضاییه بوده که دروغ محض. حضرات در مقابل اعتراض مردم خل سلاح شدن، هی دارن چاقوی بی دسته درست میکنن. ببینین طبق این سند مؤسسه کاسپین که دارای مجوز بانک مرکزی است با مراجعه به مراجع قانونی حکم تغییر تابلو تعاونی ها رو سال 95 دریافت کرده و به بانک مرکزی هم داده و طبق آنچه در سند میبینیم بانک مرکزی کاملاً در مراحل تعویض تابلو دخالت داشته و بلکه بعد از حکم قاضی تایید کرده اون مراتب به اصطلاح اجرا رو. چند تا سند باید بهتون نشون بدم که بدونین اینا از بیجوابی مردم چقدر دروغ میگن. ببینید 994 آرمان ایرانیان ادغام میشه تو فرشتگان با مهر سامانه شناسه ملی. 1194 آرمان ایرانیان با مجوز بانک مرکزی اسمش میشه کاسپین دو ماه بعد. 27/12/94 یه ماه بعد مؤسسه کاسپین رسما مجوز فعالیت میگیره از رئیس کل بانک مرکزی ولی الله سیف. ولی فرشتگان که آرمان ایرانیان سال 94 توش ادغام شده بود، خودش سال 89 زمان احمدی نژاد تشکیل شده بود. اینم باید حتما یه مرور کوتاهی بکنیم. ببینین 8/12/89 در اطلاعیه رسمی اجازه فعالیت تعاونی فرشتگان را تحت عنوان مؤسسه اعتباری در شرف تأسیس صادر می کند بانک مرکزی. 9 روز بعد در تاریخ 17/12/89 بانک مرکزی اطلاعیه رسمی میده. مؤسسه های مالی اعتباری در شرف تأسیس ادامه فعالیت خواهند داشت و بانک مرکزی با استقرار ناظر مقیم بر عملکرد آنان نظارت خواهد کرد. یعنی چی؟ یعنی مجوز دارن، یعنی قانونی بودن. چرا میگین مجوز دارن؟ 6000 تا غیر قانونی هم اینا رو مجوز داشتن. خودتون میگه حتی در شرف تأسیس، یعنی مثل نمونه‌ای که اشاره کردم همین فرشته کن. بعد در عرض 9 روز مجوز فعالیت میگیره، یعنی دیگه از شرف تأسیس در میاد. از کی؟ از بانک مرکزی محمود بهمنی احمدی نژاد. و ثبت میشه که تا زمان ساماندهی 2 ماه میتونه فعالیت کنه و بعد یعنی 2 ماه موقتش تموم میشه و قاعدتا اگر که در امتحان ساماندهی پول مردم 8000 میلیارد تومانی که گفتم اگر موفق بوده میتونه مجوز فعالیت دائم بگیره. 2 ماه میگذره، ناظر بانک مرکزی مثلا میاد میگه اوضاع خوب است، هیچ که کاری به کارش نداره. میره تا 3 سال بعد 89 تا 94، 5 سال بعد که این مؤسسه دوباره مجوز از آقای سیف میگیره و بعد میره روند ادغام در کاسپیان رو طی میکنه. یعنی چی؟ یعنی بانک مرکزی هر دو دولت به فرشتگان مجوز فعالیت دادن. طی روزهای اخیر با اعلام انتقال کامل دارایی‌های 5 تعاونی حسنات اصفهان از زهرای مشهد دامداران و کشاورزان کرمانشاه، عام کشاورزان مازندران و امید جلین مازندران اعلام شد که 3 مؤسسه دیگر نیز در این فرایند قرار دارند: بدر توس، پیوند مشهد و فرشتگان، که کاسپین موظف پاسخگویی به سپرده‌گذاران این 8 تعاونی منحله خواهد بود که گفتند که مجوز نداشتن و غیرقانونی بودن و منحله شده. همیشه میگن تو سیمای جمهوری اسلامی ببینین آقای
معاون نظارتی بانک مرکزی مدام میاد میگه فرشتگان، حالا میشنویم تا این برنامه، فرشتگان منحله، که بنده این سندها رو نشون دادم که از دو دولت مجوز فعالیت داشته فرشتگان. اما در رابطه با فرشتگان که خود از عوامل تاثیرگذار در حواشی اخیر فرشتگان محسوب می شود، آخرین گزارش رسیدگی به پرونده آن حاکی از آن است که دارایی های این تعاونی با دستور بازپرس دادسرای پولی و بانکی در تهران در حال ارزیابی و کارشناسی بوده است و طبق فلان. به مردم چه ربطی داره این حرفا؟ پول مردم رو پس بدین. تمام سرمایه و هستی من این سهمال ارث بچه هم بوده، بردم گذاشتم تو این بانک، اعتماد کردم، فقط میخوام تو رو خدا از من حمایت کنی. من ثمره ی اون زحمات شوهرم بوده که 22 ساله الان زیر خاک خوابیده. من جواب بچه همون چی بدم؟ خجالت میکشم، همه تو میگم ببخشید من به شما خیانت کردم، سهمال ارث شما رو اعتماد کردم، بردم گذاشتم تو این بانک، فقط این تن و درآمدم همین این بوده. به گفته فرشاد حیدری معاون نظارتی بانک مرکزی، بیشترین تعداد سپرده گذاران در مؤسسه‌ای مثل کاسپیان مربوط به تعاونی منحل شده فرشتگان هستند که تعداد سپرده های آنها بالغ بر 730 هزار فقره است. از این تعداد سپرده های زیر 20 میلیون تومان حدود 650 هزار فقره را تشکیل می دهند. با توجه به اینکه سپرده گذاران تعاونی منحله غیر مجاز فرشتگان بالغ بر 450 هزار نفر هستند، برآورده که ما از این تعداد داریم حدود 400 هزار نفر اینها زیر 10 میلیون تومان سپرده دارند. چی شد؟ همین شخص، همین آقای فرشاد حیدری، 27 اسفند 95 که براتون خوندم، 27 اسفند 95 به خبرگزاری ایسنا گفت بیشترین تعداد سپرده گذاران در کاسپیان مربوط به تعاونی منحل شده فرشتگان هستند که تعداد سپرده های آنان بالغ بر 730 هزار فقره است. چرا الان تو مصاحبه شنیدین دیگه، تو مصاحبه با صدا و سیما در تاریخ 5 خرداد 96 اون 27 اسفند 95 بود، این 5 خرداد 96 دو ماه و نیم بعدش، چرا اینجا میاد میگه بیش از 350 هزار نفر سپرده گذار رو حذف میکنه؟ اسفند 95 میگه 730 هزار فقط سپرده گذار فرشتگانند، خرداد 96 میگه 450 هزار نفرند. ببینید حرفای همین آدم، 27 اسفند 95 از تعداد 730 هزار فقره سپرده، سپرده های زیر 20 میلیون تومان حدود 650 هزار فقره رو تشکیل میدن که طبق توافقات انجام شده با مراجع قضایی در بهار سال آینده یعنی سال 96 650 هزار سپرده گذار در اولویت پرداخت قرار خواهند گرفت که بدین ترتیب تقریبا 90% سپرده گذاران تعاونی فرشتگان در بهار 96 تعیین تکلیف میشوند. باورتون میشه بیش از 300 هزار سپرده گذار همین جوری حذف بشن تو حسابرسی آقایون؟ معاون نظارتی بانک مرکزی 300 هزار سپرده حذف میشن، نمیدونم این 300 هزار تو باید چیکار کنه، بقیه رو که نمیدین، این 300 هزار تو هم حذف کردیم کامل. بعد میگن به همین تعدادی هم که ما داریم میگیم، غیر از اون 300 هزار نفری که سپرده هاشون خودشون همه رو حذف کردیم تو آماری که الان داریم میدیم بعد از دو ماه و نیم، به همینا از 28 اردیبهشت داریم پول اونهایشون رو که زیر 10 میلیون تومان سپردهشون بوده میدیم. چقدر میدن؟ میگن سود پولی که تا حالا گرفتین رو از اصل پولتون کم میکنیم، باقیش هرچیمون بهتون میدیم. خیلی از پولا حتی کمتر از 1/3 سپرده اول میشه. یعنی تو روز روشن حکومت امام زمان داره از امت اسلام دزدی میکنه به همین واضحی. بانک مرکزی مجوز کاسپیان رو 27/12/94 صادر میکنه. یک سال بعد یه نماینده مجلس نامه مینویسه به جناب حسن روحانی رئیس جمهور که آقا جان مؤسسه کاسپیان چرا سود سپرده های مردم رو قطع کرده؟ بعد در جواب نماینده مجلس بانک مرکزی بهش مینویسه ما اومدیم مؤسسه های غیر مجاز رو یا منحل کردیم یا ادغام کردیم توی مؤسسه دیگه، که در مورد فرشتگان ادغام صورت گرفته. یعنی چی؟ یعنی فرشتگان مجوز نداشته و غیر مجاز بوده. تا حالا این سندهایی که دیدین کافی نبود که همه بدونن فرشتگان از خودتون مجوز فعالیت داشته. تو نامه هاتون هم به همدیگه دروغ میگین.
دروغتون هم با این نامه ها ثبت رسمی میکنین. حتی درباره تغییر نام این مؤسسه ها بعد از ادغام مسئولان بانک مرکزی میگن این اشتباه قوه قضاییه بوده. عرض کردم و ربطی به بانک مرکزی نداره. سندشو ببینیم. این سند چیه؟ ناجا به استانهای سراسر کشور میگه طبق نامه پیوست بانک مرکزی همه مؤسسه های ادغام شده در کاسپیان تابلوشون باید بشه کاسپیان، یعنی اون 8 مؤسسه همشون باید بشه کاسپیان. تاریخش کی بود؟ 15 اردیبهشت 95. 8 مؤسسه ادغام شدن تو کاسپیان. این تغییر اسمی که هر کدوم از این مؤسسه ها میدن هیچ ضابطه ای تا حالا نداشته. اینقدر بی منطقه که برای مثال خیلی از سپردگزارای سامن الحجج که حالا نمیدونم تو این برنامه یا برنامه آینده بهش خواهیم پرداخت، خیلی از سپردگزارای سامن الحجج موقع اعتراض بیچاره‌ها رفتن جلو دفتر سامن الائمه. این اقتصاد کاغذی آقایون و کلاهبرداری ملی، این تغییر اسما مثال زدنیه، مخصوصا درباره مؤسسه اعتباری توسعه. ببینین مؤسسه اعتباری توسعه چند سالی است که با نام‌های مختلف فعالیت می‌کند: وحدت، آرمان، فردوسی. تو این مدت با فراز و فرودهایی که داشته و اخیراً هم خب این شلوغی‌هایی که شد علیه توسعه و ریختن بعضی جاها زدن، می‌بینین حالا بازم تو پرداخت و دریافت سپرده‌ها، 8 خرداد 96 ببینین که مؤسسه اعتباری توسعه در استان لرستان چه بلایی سرش می‌آورد. معاون سیاسی امنیتی استاندار لرستان میگه منابع این مؤسسه از سپرده مردم بیشتره و همکنون مسئولان مربوطه در حال آزادسازی این منابع هستند. خب اگه منابع این مؤسسه از سپرده مردم بیشتره، خوب شنیدین دیگه، اگه منابعش از سپرده مردم بیشتره، پس چرا مردم بدبخت کردین، این بحران رو درست کردین؟ ها بعد میگن که این منابع آزادسازی میشه. یعنی چی؟ پول مردم گرفتین بعد گفتین نداریم بدیم، چرا حالا میگین بیشترش هم داریم، منابع بیشتره از سپرده‌های مردم؟ بعد اگه داشتین و بیشترش هم داشتین، چی رو آزاد سازی دارین میکنین؟ پول مردم رو توقیف کرده بودین که دارین آزادش میکنین؟ میگین دارایی مؤسسه بیشتر از سپرده‌های مردمه که مردم دلشون خوش بشه، پولشون آماده است میره دم خونه‌شون. نفهمن که پولا رو خوردین، 5% هم تو صندوق‌های اعتباری نیست، اگه بفهمن شورش ممکنه بکنن. مسئول ساماندهی و پرداخت وجوه سپرده‌گذاران مؤسسه اعتباری توسعه لرستان نیز از مردم خواست که آرامش خود را حفظ کنند تا مسئولان این مؤسسه نیز بر طبق یک برنامه زمانبندی کوتاه مشکل را حل کنند. تأخیری هم که به وجود اومده ناخواسته بوده، یعنی چیزی که بوده ما پیگیر قضیه بودیم انجام نشد، ولی الان همکارای ما شدیداً پیگیر هستن. منابع انجام شده، کارش داره چک پاس میشه از اون منبعی که داشتیم و پولا میاد در حسابای ما میشینه، مردم خیالشون راحت بشه. یا کی چی فهمید غیر از حرفای تکراری کسایی که مردم رو ابله فرض کردن؟ برگردین خونه هاتون، منتظر شین، در کوتاه مدت حل میشه. من مالباخته کاسپیان هستم، یا همونی که بانک مرکزی میگه فرشته. مبلغ 11.5 میلیون تومان سپرده گذاشتم، بعد که پاداش بازنشستگی خود را 2 سال بعد گرفتم، اونم بردم اونجا گذاشتم، شد 61.5 میلیون. حالا که اینجوری شده، اینا میگن که شما در فرشتگان سپرده گذاشتید نه در کاسپیان. و حرف من اینه که فرشتگان ما دفترچه کاسپیان داریم، بعد فرشتگان از سال از 1.6.94 منحل شده. پس اینا که میگن شما در فرشتگان سپرده گذاشتید، من که در سال 95 سپرده گذاشتم، پس پول ما را کی گرفته؟ مگه این بانک مرکزی مسئول پولی کشور نیست؟ مگه مسئول مجوز دادن به این مؤسسات غیر مجاز نیست؟ مگه اگه غیر مجاز بودن پس چرا اینا جلوگیری نکردن؟ و دیگه که میگن که آقا این سپرده ها، این مؤسسات در زمان دولت قبلی درست شده، دولت احمدی نژاد درست شده، شما که 92 اومدید چرا منحلش نکردید؟ خب این حرف واقعا
حق دولت روحانی در این زمینه کوتاهی کرده که سال 92 اینا رو منحل نکرده و سپرده ها رو تو بانک ها ساماندهی نکرده. حالا بانک ها خودش داستان دیگری است. میگن به هر حال میگن اینا در دولت احمد نژاد به وجود اومدن، حالا اکثرشون. اصولا درست این و در واقع دولت روحانی پاش رو پوست موز در این زمینه و تقصیرکارم نیست. اجازه بدید دکتر فریبرز رئیس دانا اقتصاددان در تهران توضیح بفرمایید. بله، مقدار زیادی درسته. شمار زیادی از این بنگاه های مالی، پولی، شبه بانک ها، مؤسسات اعتباری، اینها در دوره احمدی نژاد شکل گرفتند. اما معنیش این نیست که بعدن و یا قبل از اون هم نبودند. دوره احمدی نژاد یکی از خصلت‌هایش که کمتر بهش توجه میشه انتقال منابع، انتقال قدرت اقتصادی به یک لایه اجتماعی و سیاسی خاص. نه اینکه اون انتقال و اون قدرت وجود نداشته قبلا، بلکه تثبیت و تحکیم این انتقال قدرت اقتصادی این منابع هست که دیگه حالا از اون نهادها و این جزئیاتش نام نمیبرم، خب میتونیم حدس بزنیم. بنابراین این مؤسسات پولی و مالی که مثل قراردادهای مربوط به مقاطع کاری عمده ترین فعالیت اقتصادی اون جناحی هستش که مخاطبه و هدف دولت احمدی نژاد بود، اینها بیشترشون در اون دوره شکل گرفتن. چه جوری میشه اینا مجوز نداشته باشند و این همه سال و اینقدر گسترده فعالیت کنن؟ مجوز ندارن ولی اجازه دارن از یه جاهایی. مگه میشه بدون مجوز تو این کشور کاری کرد؟ شما با نشه برو امامزاده طاهر برای زندگیات شاملو بخواید 10 نفر 20 نفر 30 نفر عضو کانون نویسندگان مراسمی بگیری، میان میگیرن میبندن میزنن میکشن رو زمین. میگه مجوز نداری تو خونت میخوای مهمونی ساده بذاری، یا حالا یا عروسی است یا مثلا یه تجمعی از یک 15 20 نفر از یه سنفه، مجوز میخواد. توی دانشگاه یه کنفرانس علمی استاد دانشگاه اقتصاد میخواد، استاد اقتصاد دانشگاه میخواد یه چیزی درباره مسائل روز که مورد نیاز مبرم دولت هم از صحبت بکنه، مجوز میخواد. بنابراین چجوری میشه که این مؤسسات مالی بانکی که با سرنوشت پولی کشور سر و کار دارن و اخلال های اقتصادی میتونن ایجاد کنن، عدم تعادل ها، تورم و مسائل بسیار زیاد دیگر، اینها بدون مجوز باشن؟ بله بدون مجوز هم، ولی اجازه دارن از یه نیروهایی، از یه کسانی، از یه گروهایی. و چون یک رقابت قدرت اقتصادی بین این طرف و اون طرف هست، بین این دولت مثلا و جناح رقیبش، در حیطه‌های معینی دیگه در یک قلمرو معینی زورشون نمیرسه و نمیخوانم وارد بشن، بلکه خودشون هم یک قلمرویی رو در اقتصاد دارن. خب درباره این موضوع البته در ادامه صحبت خواهیم کرد. آنچه که آقای دکتر رئیس‌دانا اشاره کردن که نخواستن بگن، اون قسمتاشو بعداً ما خواهیم گفت که منابع اینا کجاست، اینا کی هستن. و خب چرا اصلا اینا به وجود اومدن؟ ببینین یه موقعی هست من داشتم واقعا فکر میکردم که این مؤسسه های مالی به هر حال در یه شرایطی به وجود میان، یعنی غیر از اینکه طرف فکر منافع شخصی و سود شخصیشه و دنبال راهی میگرده در اقتصاد رانتی که همه دارن سر هم دیگه کلا میذارن و همه دارن حتی تو کوچه خیابون دست تو جیب هم دیگه میکنن متاسفانه، و اعتماد در واقع میشود گفت اجتماعی ملی فرو ریخته، آدم ها به هم دیگه اعتماد شخصی حتی نمیکنن. در یه همچین شرایطی، یعنی منظورم اینه که شرایطی باید به وجود بیاد که مثل دوره شروعش، مثل دوره به اصطلاح شرکت های هرمی، یک شرایطی باید به وجود بیاد که بشه خلاصه تمام مالیه مملکت و سفره مردم رو هاپولی کرد. یه سری آدم حقباز هم این وسط پیدا میشن که راه های چگونگی فرار از جلوی چشم مردم رو پیدا بکنن و بتونن با پلیس، با قوه قضاییه، با حاکم خلاصه یه جوری بسازن و دستشون سعی کنن توی کاسه بشه. خب در چنین شرایطی یه همچین مؤسساتی به وجود میاد، آیا
این مؤسسه های مالی که به وجود اومده، سوال مشخص هم اینه، پایش اساساً سودهای شخصی افراده و منافع شخصی افراد همینطور که میگم روی افراد متکی است که البته همیشه و همه جا امکان پذیر نیست، یا شرایطی است که به هر حال باعث میشه که افرادی پیدا بشن و بیان. اگه این شرایط نباشه این افراد نمیتونن چون این کاری بکنن. بله خب منافع شخصی سود شخصی خب حرف اول رو میزنه، اما این منافع شخصی سود شخصی در گروه های اجتماعی و سیاسی معین در ایران داره متبلور میشه. چرا به وجود میان؟ برای اینکه یکی از راه های اصلی انباشت سرمایه و سودبری به ویژه از توی جناحی که الان به جناح این دولت روحانی منتسب نیست بلکه رقیبشه، این راهشه، جمع‌آوری منابع مالی، منابع پولی و فعالیت های رانتی، فعالیت های فسادی، فساد مالی اداری. اینها متاسفانه میگن امروزی ها نهادینه شده. یعنی چی؟ منظور از نهادینه شدن چی؟ یعنی که اساساً انباشت سرمایه، فعالیت اقتصادی بدون گذر از این فعالیت های مجوز ندار و از این فعالیت های رانتی، از این فعالیت های مخرب امکان پذیر نیست. اقتصاد با اونها آمیخته شده. حالا گروه متفاوت به شکل‌های متفاوت عمل میکنن و گاهی هم برخوردهای قانونی میکنن، مخالفت میکنن، سعی میکنن کنترل کنن، ولی اساساً این روش ها ناکارآمده. برای اینکه اصل قضیه یعنی انباشت سرمایه، سرمایه گذاری ها در رشته های حتی تولیدی و زیرساختی باید از گذرگاه های مالی و پولی عبور بکنه. ضمناً این فعالیت های مالی و پولی با توجه به حجم عظیم نقدینگی در ایران، حجم عظیم نقدینگی که در زمان روحانی با همه ادعایی که میکرد کنترلش بکنه باز افزایشی شتابان داشته، بیش از دو برابر شده، این نقدینگی 70% در اختیار 5% از جامعه است. این یکی از راه های سودبری است، یکی از کانال هایی است که سرمایه گذاری ها از توش عبور میکنه. ببینین یه مقدار بنده توضیح کوتاهی بدم که آقای دکتر رئیس‌دانو فرمودن که فعالیت های سودبری و حتی بعضی از شاخه های مختلف اقتصاد از کانال این همین مؤسسات مالی عبور میکنن. یعنی چی؟ یعنی اینکه کسانی که اینا رو در برنامه هفته آینده بیشتر توضیح خواهم داد، کسانی که سهامدار این مؤسسات مالی میشن، اینا خودشون میشن برج ساز، خودشون میرن تو پتروشیمی با پول مردم سرمایه گذاری میکنن، خودشون میرن نمیدونم حتی نفت بعضیاشون میخرن، خودشون میشن رئیس باشگاه ورزشی با پول مردم. و بذارین این اشاره رو بکنم که فقط کوتاه که مثال بزنم، اینم که هی ور میدارن میان این مؤسسه رو منحل میکنن، همین الان خیلی هم داغ کردن قضیه رو، 8 تا مؤسسه رو ما منحل کردیم، اینا غیر مجاز بودن که گفتم دروغ میگن و اینا رو میکنن تو دل کاسپیان و میگن کاسپیان بعد پاسخگو باشه که یکیش فرشتگان عرض کردم. فرشتگان یکی از سهامداراش که بذارین اسمشو هفته آینده بگم، یکی از سهامدارای فرشتگانی که منحل شده و دو نفرشون رو گرفتن، این یکی آدم مثلا میشود معاون کاسپیان، معاون مؤسسه، معاون نمیدونم تعاونی یا روابط عمومی، مؤسسه کاسپیانی که به اصطلاح اومده ساماندهی بکنه طلاهایی رو که فرشتگان گرفته بوده. متوجه شدین؟ از فرشتگان طرف سهامدار اونجاست و هم دارن میذارنش معاون کاسپیان. فقط این یک فقرشه که ببینین چجوری یک کاسه گذاشتن وسط، دونگی دارن از توش خلاصه میخورن، همش هم پول مردمه. ولی چرا؟ سوال اینه باز که چرا، اینم بپرسم، این مؤسسه ها به محض اینکه تشکیل میشن، حالا یکشون 15 سال فعالیت میکنه، یکشون حتی 2 ماه فعالیت میکنه، به محض اینکه بعد اعلام ورشکستگی میکنن، واقعا اینا ورشکست میشن؟ ببینید ورشکستگی که ما تعریف میکنیم ممکنه این مورد قبول در واقع دستگاه رسمی نباشه، ولی این یه واقعیت اقتصادی است و
وقتی میزان سپرده ها نسبت به سرمایه های این بانک ها خیلی بالاست، یعنی چی؟ یعنی بانک وقتی سپرده گرفته از مردم به مردم بدهکاره دیگه. این سرمایه شون عبارتند از اون واحد های مثلا بانکی، ساختمون هایی که دارن و سرمایه اولیه‌ای که گذاشتن. هر چقدر هم که قیمت سرقفلی و بناها و ساختمان های اینها بره بالا، باز هم اونها به شتابان سپرده قبول میکنن. سپرده که قبول میکنن باید بهرش رو بپردازن، اما برای اینکه این بهره رو بپردازن باید سپرده ها رو خیلی واضحه به جای دیگر وام بدن، سرمایه گذاری بکنن. حالا اینجا نکته اتفاق میفته. اونجایی که وام میدن به جاهای مطمئن برگشت پذیری نیست، جاهایی که اقتصادی سالم رو نبید بده، جاهایی که سرمایه گذاری مبلغ رو نبید بده نیست، معمولا به کسانی وام میدن که به نوعی با سهامداران، با مؤسسان اولیه و صاحبان مالکان اولیه این بانک ها ارتباط دارن، یه نوعی زد و بند دارن، و بعد اینها در پرداخت اصل و بهره وام هایی که گرفتن عاجز میمونن یا ادعا میکنن ناتوانن یا اساسا نمیخوان بدن، و بعد این میره بعد به تدریج توی بیلان حساب های بانکی که نگاه میکنی میره توی مطالبات معوقه، بعد میره توی مطالبات مشکوک الوصول، بعدم نه هستن دیگه. برای اینکه اون وام ها رو بگیرن مثلا ملکی رو گرو گذاشتن توی بانکی که متعلق به خودشونه یا مرتبط با خودشون بوده، یه وام کلانی گرفتن، اون ملکی که اونجا گذاشتن ارزش واقعیش خیلی کمتر از اون چیزیه که کارشناسی وابسته بهش تعیین کرده. به این ترتیب حجم بدهی ها بالا میره، توان اقتصادی بانک ها پایین میاد، بانک ها ناتوان از باز پرداخت سپرده های مردم میشن، نتیجه شون میشه کاسپیان و آرمان و اتفاقای دیگه هم افتاده. همین بانک آینده الان هم بانک تات بود دیگه، تات بودن، هم ولایتی خود من هم بودن، اون هم یه همچین بازی شد، منتها یه گردشی دادن به کارشون و بانک تات رو کردن بانک آینده. از این موارد زیاد داریم، اما این دو مورد به دلیل برخورد با شرایط سیاسی و قضایی رو در روشون، حالا به هر حال فعلا این ناتوانیشون آشکار شده و سپرده‌گذاران تجمع میکنن، اعتراض میکنن که البته به تدریج با برخوردهای بازدارنده و سرکوبی هم روبرو میشن. ببینید تو این تجمعهایی که دیدیم در یک دو هفته گذشته خیلی جاها شعار مرگ بر سیف رو میشنویم، رئیس کل بانک مرکزی. آیا اگر سیف عوض بشه گشایشی در کار مردم میتونه ایجاد بشه؟ نه یه مقدار اینایی که مرگ بر حسن و سید و تقی و نقی و سیف و شمشیر و اینا میگن، یه مقدار زیادی بعضی چیزا قاطیش میشه، یعنی این جناحبندی های طرفه به میدان میان. سیف متعلق به دولت روحانی است، از همون جناح خودش یکی از بانکداران پول دربیار عضو بازارهای مالی فعال بوده، بانک کارآفرین، و بعد اساسا سابقه بانکداری ملی نداشته. بانک مرکزی بسیار کار پیچیده‌ای داره، یکی از اختراعات مهم بشری است. خیلی خیلی سال پیش یادم میاد از چندلر کتاب اقتصاد پولی بانکی میخوندیم، ازش ابتدای کتابش نوشته بود خیلی سال پیش: سه چیز است مردان را به دیوانگی میکشاند، زن و شراب و تحقیق در مسائل پولی. بسیار بحث پولی بحث پیچیده ایه، ولی آقای سیف حالا تو اون ارتباط که داشته آمده به میدان. حالا از اون طرف رقیباش اصل قضیه رو دارن سوق میدن به سمت مرگ بر این یکی و اون یکی پایین بیاد اون یکی والا بره. اگر نه کل قضیه این است که چه ساختاری وجود داره که اینطور غیر مجوزدار، اینطور بازیگرانه با سرنوشت پولی و اعتبار کشور، با ارزش پول ملی، ارزش پول ملی. لنین یک بار گفت اگر میخواید یه ملتی رو به زانو در بیارید پول ملیش رو بیارزش بکنید. البته این منتسب به جان مینار کینز شده، اونم تکرار کرده، ولی اصلونه برجت یه همچین اتفاقایی داره میفته برای سود گروه های انحصاری محدود. این اعتراض ها باید حالا حداقل اینه که بگه من بهرم رو میخوام، اعتبار پولم رو میخوام، سپردم رو میخوام با بهرهی که قرارداد داری. ولی بعد این بحث های انحرافی توش میاد، اون یکی و اون یکی رو هدف قرار میدن، اصل قضیه گم میشه. و اصل قضیه عبارت از این است که ساختار اقتصادی ساختاری رانتی و مالی پولی حبابی شده، با فساد آمیخته شده و انباشت سرمایه حتی اگر بخواد برود در فعالیت های تولیدی و اشتغالزا
و زیر ساختا از این کانال ها از این دهلیز ها باید عبور بکنه و اینجا هست که جلوگاه گرفتاری اقتصاد میشه، سود گروه بازاری ها و سود سرمایه‌داری رانتی و مالی و پولی رو تضمین میکنه، اما ربطی به اشتغال پیدا نمیکنه، تولید رو توسعه نمیده و اینطور هم منافع سپرده گذاران که از اقشار پایینی جامعه هستن، معمولا اقشار متوسط و پایینی هستن و کارگران هستن که موقتا پولشون رو در بانک گذاشتن، اینها به خطر میافتند. بریم پرده آخر. حضرت امام فرمود من 15 خرداد را برای همیشه عزای عمومی اعلام میکنم، نه تعطیلی عمومی. گویا بعضی از مسئولین امر هم سوراخ دعا رو گم کردن، به جای اینکه این دو روز عزیز و ارزشمند و 14 خرداد و 15 خرداد رو تو ذهن مردم، تو یاد خاطره ملت زنده نگه دارن، میان دو روز تعطیل رسمی اعلام میکنن. از اون ور یک مشت هوسباز و هرزه تا این تعطیلی رسمی میشه از تهران سرازیر میشن، این منطقه رو به گند و کثافت میکشن، انگار که امام و شهدای و 15 خرداد تو دریای شمال غرق شدن. شب و روزگار خوش.